سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم از طریق این ویدیو به تعدادی از سوالات شما ایزان در رابطه با طریقه خانپوری فرم های جاب سنتر پاسخ را کنم بله دوستان عزیز حال می به سوالات شما ایزان در سوال اول یکی از جمله دوستان پرسیدن که در صورت که کرایه خانه و مصارف اضافی از جاب سنتر پرداخت شود آیا ضرور است که بخش پنجم فرم VVA و یا وایت بی ویرگومس وی جاب سنتر خانه پوری گردد و یا خالی گذاشته شود؟ در پاسخ به سوال شما دو سایز باید گفت که اگر جاب سنتر از قبل این مصارف را برای خانه و مصارف اضافی خانه می پردازد در این حالت شما تنها قسمت آن را که نوشته شده است که شما مصارف کرایه خانه را میپردازید قسمت بله یا یا را با علامه چلیپا نشانی کنید و آن قسمت آن را که نوشته است که شما در خانه کرایی زندگی می کنید. آن را نیز با علامه چلیپا نشانی کنید بعد از آن در پهلوی آن بعد از آن در پهلوی آن نوشته کنید که در عین خانه که زندگی میکردید، حال هم زندگی می کنید و به طور مختصر آدرس خانه تان را نیز بنویسید. به طور مثال بالمانی آن را به این شکل بنویسید. ایش وونه in der وونونگ ام دیزه Straße und Stadt. یعنی من در عین خانه زندگی می کنم که از قبل در آن هم زندگی میکردم و آدرس مکمل خانه را همچنان می نویسید که همون نام سرک دانه، شماره خانه دانه، کود پستی و نام شهر قابل یادآوری است که من این موضوع را در خود ویدیو در رابطه به طریقه خانپوری فرم وی بی آه، که مختصر کلمات ویت بی بیلی چند خک می باشد و به منظور تمدید حقوق ماهانه جاب سنتر یک شخص و یا یک خانواده خانپوری می شود در همین کانال یوتیوبم هم تشریح کردم. من لینک این ویدیو را در پایین همین ویدیو میگذارم در صورت علاقه شما می توانید روی این لینک فشار داده و این ویدیو را تماشا کنید در سوال دوم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که اما اگر کسی هیچ کار نمی کند و بدون پول جاب سنتر و کیندرگیلد دیگر درآمدی ندارد با این ورق های وی بی چی باید کند در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که در این حالت از جاهایی که کمک نمیگیرید در این فرم با علامه چلیپا نشانی نکنید و رویشان خط بکشید در سوال سوم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که همین فرم ایکی جاب سنتر را کسی مجرد باشه یعنی در آلمان تنها باشه پر کنه یا نه در پاسخ به سوال شما دوست سایز باید گفت که بله باید آن را خانه پری کند چون ایکه مختصر این کامن می باشد و این فرم برای این منظور می باشد که بررسی گردد که شما چقدر آید و یا درآمد کاری دارید. پس مهم نیست که شما مجرد باشید و یا متحل طفل داشته باشید و یا خیر آن را باید خانه پوری کرده و در کنار فرم های خانه پوری شده دیگر جاب سنتر برایشان آن را بفرستید. در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که اگر بعد شش ماه هیچ عین کامن یعنی آید و یا درآمد کاری نداشته باشیم با خانپوری فرم ای و فرستادن آن به جاب سنتر جاب سنتر چی کمک خواهد کرد؟ در پاسخ به سوال شما دوست سایز باید گفت که چنانچه در ویدیوی معلوماتی هم در رابطه به طریقه خانپوری فرم ای که مختصر کلمات این کامن اوز زبشتین دیگر تیتیشکایت می باشد برایتان توضیح نمودم که این فرم را کسانی خانه پوری می که کار آزاد دارند و درآمد کاریشان در شش ماه گذشته آنقدر خوب نبوده است و یا در کل درآمد کاری خوب ندارند پس اگر یک شخص در شش ماه گذشته درآمد خوبی نداشته بوده باشد که برای مصارف زندگی و کرایه خانه وی و یا خانوادهش کافی نبوده باشد با دادن این درخواست جاب سنتر برایش پولی را که برای مصارف زندگی و کرایه خانهش کفایت نکرده و کمبود کرده است همان کمبودیش را مطابق به قوانین آلمان می پردازد. در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که همین فرم او ها تغی یا جاب سنتر را کسی مجرد یا تنها باشد در آلمان پر کنه یا نه؟ در پاسخ به سال شما دو سایز باید گفت که اگر یک شخص بالاتر از 25 سال عمر داشته باشد و مجرد و تنها باشد به خانه پوری این فرم نیاز ندارد. ولی در صورتی که از 25 سال عمرش پایین تر باشد مجرد و تنها زندگی کند اگر جاب سنتر این فرم را برایش می فرستد، این به این معنا می باشد که جاب سنتر می خواهد از این طریق بداند که آیا کسی مصارف زندگی این شخص را پردازد و یا خیر و یا هم باید بپردازد و یا خیر در آن حالت نیز باید این فرم برای جاب سنتر خانه پوری شود و در سوال ششم یکی از دوستان دیگر ما یک نظر دادند و پیشنهاد کردند که لطفا کلمات آلمانی یا فرمه های را در ویدیو یاد کنید در ویدیو و یا هم در دسکریب به ویدیو نشر کنید در قسمت پیشنهاد شما دوست عزیز باید گفت که بسیار یک پیشنهاد خوبی است. اگرچه من کلماتی را که در فرم ها برای شما ایزان ترجمه می کنم کشم می کنم ارقدر واضح تر که امکانان باشد برای تان آن را بیان کنم ولی پیشنهاد شما را هم در ویدیوهای بعدی هم در نظر خواهم گرفت. در قسمت فرم های جاب سنتر و یا فرم های دیگر باید گفت که شما خود هم می نام این فرم ها را در گوگل بنویسید و به بسیار آسانی آنها را پیدا کنید. ولی من هم کش می کنم که لینک های این فرم ها را در پایین ویدیو هایم بگذارم. بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگایدهی خودتان را سبسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید